سلام دارم. سلام، بفرمایید. ممنون میشم این بلندتر صحبت کنید. یه سوالی داشتم در باره مجازات. مثلا این قانون مجازات تا چه حدی میتونه جامعه رو کنترل کنه یا میتونه تصحیحش کنه؟ اگر خدمتتون عرض کنم، تصحیحش خیلی کم، کنترلش کم، ضررش بسیار، اما ما مثل همه چیز دیگه‌مون که ناقص است و گیر و گرفتار، همه جای جهان کم و بیش در این بند و زندان هستیم. ببینید عزیز، اگر به انسان برسیم، دو تا موضوع رو در خصوص انسان اگر بهش توجه کنیم مطلب روشنه. یکی این که انسان یه موجود نیازمندی است از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی، و برخی از اوقات این احتیاجات فیزیکی، روانی و کمی اجتماعی باید برآورده بشن، باید ارضا بشن، و الا فرد رو از تعادل خارج میکنه، راه تکاملش هم میبند. درست مثل اینکه من و شما به اون قضا نرسه میمیریم، به همین سادگی. یعنی موضوع احتیاج و نیاز باید رعایت بشه. پس بنابراین اگر یه جامعه من و شما داشته باشیم که بتونه نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی مردم رو برآورده کنه و ضمناً مردم رو در مسیر پرورش، تعلیم، تربیت و گرفتاری بیماری‌های حرص و زیاده خواهی و چیزهای از این قبیل که معمولاً ریشش همون محدودیت و کمبود امکانات برای ارضای نیازه و الا این مشکلات اونقدر پیدا نمیشه، اگر بتونه شرایطی رو فراهم کنه که افراد بتونن احتیاجات فیزیکی، روانی، اجتماعیشون رو برآورده کنن، ما با مردمانی روبرو هستیم که به دلیل زمینه‌هایی که امروز در خصوصش می‌دانیم از سر لطف و محبت و خوبی و یاری و همراهی و کمک با هم دیگه زندگی می‌کنیم. دوم، می‌دونیم که انسان یه موجودی است که اشتباه می‌کنه. علتش همین است که موجود ناقصیه و اصلا برای پیشرفتش، مثل که شما می‌خواید فوتبال بازی کنید، بسکتبال بازی کنید، حتماً هر روز اشتباه می‌کنید، برای اینکه باید با سرعت بر اساس اطلاعات کم تصمیم‌های مهم بگیرید. بنابراین اشتباه کاره. نتیجتاً اشتباهش رو هم از طریق برخورد درست و آموزش میتونه بهتر و بهتر کنه، نه اینکه از اشتباه خارج بشه و بنابراین برای خودش و دیگران مفید و مؤثر باشه. اما نگاه اینکه او رو بد و غلط بدونیم و یا گناه بدونیم و بعداً به دنبال مجازاتش باشیم، هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه. بنابراین مثل همون گونه که یه پدر و مادر آگاه، مهربان میتونن فرزندشون رو که با صدها هزاران موضوع و مسئله و مشکل و کمبود و نقص و اشتباه همراه هست و کمک کنن تا بتونه فرد خوبی، انسان سالمی، انسان مفیدی برای خودش و دیگران باشه. پس بنابراین واقعا در یه تجزیه و تحلیل، ماجرای مجازات فقط یک بیراهی است که از وحشت اینکه ما به چاه بیفتیم ما رو پشت سر هم تو چاله ها میاندازه. به همین جهت است که در یه شرایط نسبتاً عادی، نمیخوام بگم خیلی خوب و استثنایی، که نیازها برآورده میشه و در نتیجه ما از طریق آموزش و پرورش که انسان آماده‌ای که میل به کمال داره رو در اون مسیر قرار میدیم، جایی برای مجازات نمیم. اما اگر شما آمدید یه جامعه درست کردید که درش احتیاجات و نیازها برآورده نمیشه، برای که یا کمه یا در توزیع عادلانه اون دچار اشکال هستید، آدم‌ها به حریم حقوق هم تجاوز میکنن. وقتی هم به حریم حقوق هم تجاوز کردن، حالا اگر توی جامعه بدوی ابتدایی هستید که هیچ مسیری برای درک واقعیت و اجرای عدالت ندارید، آدم ها رو وقتی میگیرید با دو گونه مجازات کنید، یا مالیه یا آسیب بدنی بهشون زنید. به همجاست که ریشه بسیاری از قوانین که در دنیای امروز مطرح است اصلا باعث حیرته، اینه که وقتی شما رو گرفتن در یه مدت کوتاهی که اصلا اسمش هم واقعا محاکمه نیست و رسیدگی عادلانه نیست، یا شما رو به جریمه مالی یا به آسیب بدنی محکوم میکنن، در حالی که در یه جوامعی که یه مقدار از این نظر وضعشون بهتره، نه اونقدر دنبال این هستن که شما رو ازتون پول بگیرن، نه اونقدر هم به دنبال آسیب بدنی شما هستن، احتمالاً به چیزی که اسمش زندان هست شما رو نگه میدارن، که البته نه اینکه جای خوبی است یا مفیده، ولی کمتر زیان داره یا حداقل آسیبش از اون برخورد تند و تیز اولیه غیرعادلانه، غیرمنصفانه مجازات مالی یا مجازات بدنی بهتره. به همجاست که در یه خانواده اگر شما پدری باشید، همسر خوب و مهربان و دانایی داشته باشید، امکانات هم داشته باشید، برای پرورش و تعلیم و تربیت فرزندتون و آموختن 100,000 تا
چیز خوب و راه و روش خوب حتی یک بارم احتیاج به نظر من به تنبیه نداریم. بنابراین سیستم اجتماعی هم میتونه به راحتی این گونه باشه و جوامع به میزانی که بیشتر مجازات میکنن، بیشتر تنبیه میکنن، خشونت رو، قهر رو، دروغ و فریب و پنهانکاری و تجاوز رو نهادینه تر میکنن، زیرزمینی تر میکنن، آسیب ها رو در بلند مدت به هم بیشتر میزن. اما ماجرای مجازات به خاطر اصلاح جامعه و بهتر کردن افراد و مردم نیست، به خاطر کنترل، به خاطر مالکیت، به خاطر تجاوز، به خاطر ظلم و زور، به خاطر نگه داشتن وضعیت موجود که عده حاکم و عده محکوم باشن. بنابراین در تجزیه و تحلیل نهایی جوامع به میزانی که از سلامتی برخوردارند و از یه آرامش و امنیتی بهره‌مندند، مجازات های سخت و شدید ندارن، دادگاه به اون صورت ندارن، تنبیه ندارن، قصد انتقام ندارن، قصد کینه توزی و دشمنی ندارن. اما به میزان که جوامع خشنن، محدودن، پر از گرفتاری هستن، آسیب ها شدیده، مجازات ها سنگینه، عادلانه و منصفانه اصلا نیست، مهربانانه که ابدا در این همچین جوامع جایی نداره. بنابراین پاسخ شما این است که نه، ماجرای تنبیه، ماجرای مجازات هیچ جایی در یه جامعه نسبتا عادی و معمولی نداره، چه رسه به یه جامعه سالم خوب. و به همجاست که اگر شما نگاه کنید حتی به کشورهای اروپای شمالی، شما میبینید میزان جرم و جنایت و تنبیه و اینا تو این کشورها برخلاف باید یک صدم کشورهای دیگه است. و از مجازات هم خبری است، نه از مجازات اعدام خبریه، نه از مجازات‌های فیزیکی ابدا خبری است، نه مجازات‌های نقدی به اون صورت هست مگر در یه چارچوب محدودی، برای که هدف انتقام نیست. مجرم رو برخی از اوقات حتی این مجرمه به عنوان مریض، به عنوان مست، به عنوان خواب، به عنوان گرفتار، به عنوان کسی که پدر و مادر و محیط اجتماعی به او نرسیده و او خودش یه محکومه، یه قربانیه، یه بدبخته بهش نگاه میکنن تا یه ظالمی که باید شرش رو از سر مظلومان کم. بنابراین مهم این است که شما چگونه نگاه میکنید. به همجاست که بسیارن پدر و مادرانی که فرزندانشون رو بزرگ کردن و در زندگیشون موضوع تنبیه و مجازات اصلا مطرح نبود. یه جایی خونده بودم که خب قبیله که تونستن از این راه یعنی کل اون قاتلا رو به نوعی کنترل کنن. من نمیدونم عزیز، من راجع به چیزی که شما خوندید خبر ندارم. نه، اگر شما در یه محیطی باشید که نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی آدم‌ها برآورده نمیشه، جرم و جنایت و تجاوز هست عزیز. شما منو، خودتون رو، خواهرتون رو، پسرتون رو، دخترتون رو 5 روز 10 روز گرسنه بگذارید، تو سرما بگذارید، محروم بگذارید، تحقیر بشن، تنبیه بشن، شما من بگید که چگونه از اونها می‌خواید آدمی که بر اساس اصول اخلاقی و قانون عادلانه عمل کنه بسازید؟ همچی چیزی نیست عزیز. بنابراین من با فرضای خیالی کاری ندارم.